سرخط خبرها. ادامه تظاهرات شهروندان کشور در اعتراض به دستگیری قمندان علیپور از سوی حکومت، این اعتراض در برخی ساحات به خشونت کشیده شد. طرح کمیسیون انتخابات برای به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری در کشور. طبق این طرح انتخابات ریاست جمهوری در 22 سرطان سال آینده برگزار می شود و کشته و زخمی شدن بیش از 20 تن از نیروهای امنیتی در ولایت فرا در نتیجه کمین طالبان. با تقدیم سلام و وقتتان بخیر، با بسته خبر این ساعت از نگاه خوش آمدید. امروز دوشنبه پنجم قوس سال 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 26 نوامبر سال 2018 میلادی. مشروع خبرها. تظاهرات شمار از شهروندان کشور در اعتراض به دستگیری فرمانده علیپور امروز هم در کابل و برخی ولایت‌های دیگر کشور ادامه یافت. شمار از شهروندان کشور در کابل، بامیان، مزار شریف، دایکندی و هرات امروز هم برا اندازی تجمع اعتراضی هشدار دادند که اگر آقای علیپور آزاد نشود، حکومت هزینه سنگین را پرداخت خواهد نمود. در برخی ساعات در کابل و بامیان اما زمانی که معترضان به پیشرویشان ادامه دادند، با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه شدند که در نتیجه تیراندازی که گفته می شود از سوی نیروهای امنیتی صورت گرفته، یک تظاهرات کننده جان باخته و چندین تن دیگر زخم برداشتند. فریادهای مردم در اعتراض به بازداشت فرمانده عبدالغنی علیپور مشهور به قمندان شمشیر از سوی حکومت برای دومین روز در کابل و برخی از ولایت‌های دیگر تنین انداز شد. صدها تن از شهروندان کشور در حمایت از قمندان علیپور و در اعتراض به بازداشت وی در پایتخت و ولایت‌های بامیان، بلخ، هرات و دایکندی با راه اندازی تجمعات گسترده تأکید کردند که قمندان علیپور باید هرچه زودتر از بند حکومت رها شود. به گفته آنان، علیپور در مقابل مخالفان مسلح دولت می جنگید و هیچگاه در مخالفت با حکومت قرار نداشته است. علیپور آدم بسیار خوبی بود، در کس کار نداشت، منطقه خود از منطقه خود حفظ و نگهبانی میکرد، سرخانه کس حمله نکرده، هیچ با کسی با دولت ضرر نرسانده، نه در مردم نه در دولت. اشرف غنی بدانه که مردم اگر یک دفعه خیزش مردمی کرد که تو درک نیستی بگو. علاقه علیپور علاقه مردکه یک مرد قمندان مردمی بود، نه او جنگجوی بود، نه او جنگ طلب بود، هیچ چیزی نبود. مردم واسه که یک دفعه سرشو میره یک را سربالا میره. تظاهرات امروز نیز به مانند روز گذشته در برخی ساحات در ولایت‌های کابل و بامیان به خشونت کشیده شد. در برخی ساحات در کابل و بامیان اما زمانی که معترضان به پیشرویشان ادامه دادند، با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه شده که در نتیجه تیراندازی که گفته می شود از سوی نیروهای امنیتی صورت گرفته، چندین تظاهر کننده کشته و زخمی شدند. هم‌اکنون نیز اعتراض کنندگان در آن طرف جاده در سمت برچی حضور دارند و نیروهای امنیتی اجازه گذشتن از این جاده را نمی دهند. ما از این طرف آمدیم، میخواستیم بریم در پایین، سه نفر اینجا تیراندازی میکرد، سه نفر افتاده پایین. پشت کردیم بردیم به شفاخانه شفا، بعد اونجا چیزی نداشت، یک آمبولانس گرفتیم بردیم در شفاخانه استقلال، یکش در چشمش خورده بود، دو دانش در سینش. دیگه از پشت ما خیلی چند تای دیگر هم آورد. جنجال ها بر سر دستگیری فرمانده علیپور
تنها به جاده ها منتهی نشد. در خانه ملت هم بحث بر سر این قضیه داغ است. رئیس ولسی جرگه در واکنش به بازداشت فرمانده علیپور می گوید حکومت باید قبل از بازداشت وی جرایم او را ثابت می کرد. به گفته او حق مردم است تا بفهمند که فرمانده علیپور چرا بازداشت شده است. او همچنان به کمیسیون امنیت داخلی این مجلس هدایت داد تا از مسئولین امنیتی در این مورد وضاحت بیشتر حاصل کند. حکومت متوجه بسازیم که این گونه اقدامات خلاف قانون به صلاح و مصلحت افغانستان نیست، این صراحت از مفاد قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور هست. در این رابطه کمیسیون اختصاصی را وظیفه میتیم، کمیسیون امنیت داخلی را لطفا همراه ریاست محترم امنیت ملی در پیوند به دستگیری قماندان علیپور تماس بگیرن و دعوت بکنن من دلایل چی بوده که اونا دستگیر شدن و گزارش در داخل تالار بیارن. این اعتراض مردمی همزمان با بازداشت شدن قماندان علیپور آغاز گردید و اعتراض کنندگان خواستار آزادی فوری وی هستند و اکنون دیده شود که حکومت چی گونه قناعتی اعتراض کنندگان را حاصل میکند. مسئولین نهادهای امنیتی تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضان را رد میکند، در حالی که مستندات تصویری از تیراندازی نیروهای امنیتی به سمت معترضان وجود دارد، اما معاون ارشد امنیتی وزارت داخله میگوید هیچ منصوب امنیتی در طی دو روز گذشته به سوی معترضان شلیک نکرده و آنها از کشته و زخمی شدن معترضان اطلاعی در دسترس ندارند. مسئولین امنیتی همچنان میگویند که در مورد سرنوشت قماندان علیپور نهادهای عدلی و قضایی تصمیم گرفته و در صورتی که جرم وی ثابت نشود قماندان علیپور براءت حاصل خواهد کرد. مسئولین نهادهای امنیتی امروز طی نشست خبری هر گونه تیراندازی نیروهای امنیتی بر معترضان را رد کردند، میگویند که منصوبین امنیتی کشور هیچگاه در مقابل معترضان دست به سلاح نبردند. ارگان های امنیتی با حفظ و رعایت و احترام با مردم و شهروندان کشور دست به سلاح نبردند. با وجودی که شما دقیق تر می دارین که هر پستی ما اسلحه دارند و به خاطر دفاع از وطن در پسته ها و در کنج و کنار کشور قربانی می تن. این در حال است که طی دو روز تظاهرات خبرنگاران اعزامی تلویزیون نگاه در چندین مقطع به چشم خود دیدند که نیروهای امنیتی کشور برای متفرق کردن معترضان دست به تیراندازی زدند. همچنان در حالی که مسئولین نهادهای امنیتی کشته و زخمی شدن چندین معترض در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی را رد می کنند، اما از جریان این تیراندازی ها مستندات تصویری نیز موجود است. هیچ تیراندازی نکنه سر مردمی چی وضعیت است؟ سر مردم تیراندازی میکنه وقتی از نظر ایتی تظاهرات تا چی وقتی دامخ؟ نمیفهم ده تا علیپور آزاد نکنه مردم اعلان نمیکنه که دولت. شماری از معترضان نیز میگویند نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان دست به تیراندازی زده که در نتیجه یک تن جان باخته و چندین تن زخم داشتند. ما از این طرف آمدیم می‌خواستیم بریم طرف پایین، امی سه نفر اونجا تیراندازی می‌کرد، سه نفر افتاد پایین. پشت کردیم بردیم به شفاخانه شفا. بعد اونجا چیزی نداشت، یک آمبولانس گرفتیم بردیم در شفاخانه استقلال. یکش در چشمش خورده بود، دو تنش در سینه‌ش. دیگه از پشت ما خیلی چند تا دیگه هم آورد. مسئولین امنیتی همچنان از شهروندان کشور می‌خواهند که آرامششان را حفظ نمایند. آنان می‌گویند در مورد سرنوشت قماندان علیپور نهادهای عدلی و قضایی تصمیم گرفته و در صورتی که جرم وی ثابت نشود قماندان علیپور براءت حاصل خواهد کرد. دعایی که وجود دارد از ولایت میدان وردک هستند که او باید بررسی شود.
و تانوت به سرانوالی شما دقیق تر میفهمین که 72 ساعت ارگانهای امنیتی و دفاعی صلاحیت دارن که یک مزدون تحقیق خود به خاطر تکمیل دوسیه با خود داشته باشه و بعد از اون مطابق به قانون انتقال بشه به سرانوالی تا تحقیقات بیشتر و مزیدتر صورت بگیره و مطابق به سلسله که دوسیه تکمیل شوه و اتهامنامه وارد شوه میرن به محاکم که محاکم تصمیم نهایی خود میگیره. شخص بازداشت شده، استجواب میشوه، مجرم بود مجازات میشوه، اگر نبود رها میشوه. اتهاماتی که مقامات حکومت به علیپور نسبت میدهند شامل داشتن نیروهای مسلح غیر مسئول و شکایات مبنی بر اخاذی و آزار و اذیت مردم و شرکت ها میباشد. اما این در حال است که مردم معترض خواهان رهایی فوری علیپور میباشند و میگویند که او فقط از مردم بی‌دفاع در مقابل تهاجم مخالفین مسلح دولت دفاع کرده است و مجرم نمیباشد. سفیر جمهوری ترکیه روز دوشنبه با استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و معاون پیشین ریاست جمهوری دیدار نمود. در این دیدار مسائل مربوط به پروسه صلح افغانستان و همکاری جمهوری ترکیه با این پروسه مورد گفتگو قرار گرفت. اوزان آرتوغرل سفیر جمهوری ترکیه از ادامه همکاری های کشورش با افغانستان در عرصه های گوناگون اطمینان داد و اظهار داشت که روابط دو کشور از عمق و گستره تاریخی برخوردار است. او همچنان بر حمایت کشورش از روند صلح به رهبری افغان ها تاکید کرد. سفیر ترکیه گفت که این پروسه از سوی افغان ها پیش برده می شود و جامعه بین المللی باید در این مورد افغانستان را حمایت کند و تلاش های دولت افغانستان و شورای عالی صلح را در جهت برقراری صلح و پایان دادن جنگ در این کشور مؤثر و مفید توصیف کرد. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح از همکاری های کشور ترکیه با افغانستان در ابعاد مختلف اظهار قدردانی نمود. رئیس شورای عالی صلح حمایت و همکاری ترکیه با پروسه صلح را با اهمیت دانسته و بر افزایش گسترش این همکاری ها تاکید کرد. وی همچنین در ادامه صحبت هایش گفت ظرفیت های خوبی برای توسعه روابط میان دو کشور افغانستان و ترکیه وجود دارد که باید از آنها به شکل اساسی استفاده صورت بگیرد. رئیس شورای عالی صلح همچنین به برخی مشکلات و چالش های روند صلح اشاره نموده و اظهار امیدواری کرد که این چالش ها با همکاری کشورهای همکار افغانستان و ویژه ترکیه حل گردند. کمیسیون مستقل انتخابات طرح تقویم انتخابات ریاست جمهوری را با شماره از احزاب سیاسی و نهادهای مدنی شریک کرد. بر اساس این طرح برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از تاریخ 31 حمل و 22 سرطان سال آینده به تعویق افتاده است. مسئولان کمیسیون انتخابات دلیل تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را وجود برخی مشکلات فراراه این پروسه می دانند. مسئولان کمیسیون انتخابات امروز نشستی را تحت عنوان نشست ملی انتخابات به منظور جمع‌آوری نظریات در مورد اعلام تقویم انتخابات ریاست جمهوری با جامعه مدنی و احزاب سیاسی دایر کردند. در طرح کمیسیون انتخابات 22 سرطان سال آینده زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و انتخابات پارلمانی در غزنی در نظر گرفته شده است. سخنگوی کمیسیون انتخابات در این باره گفت در این طرح 10 مورد در نظر گرفته شده است. البته 10 مورد است از مواردی بسیار مهمه که کمیسیون پیشنهاد کرده که اینا را عملی بسازند. از بر انتخابات های ریاست جمهوری، ولسی جرگه، شورای ولایتی و شورای ولسوالی و ولایت غزنی. آقای هاشمی تصریح کرد 21 جدی الی 18 دلو سال جاری ثبت نام رایدهندگان، نشر فهرست رایدهندگان در 15 حوت، ثبت نام نامزدان در 4 انتخابات از 15 دلو الی 5 حوت سال جاری، نشر فهرست نهایی نامزدان در 15 ثور، صدور اعتبارنامه برای ناظرین از 11 جدی سال جاری الی 11 سرطان سال آینده.
آغاز مبارزات انتخابات ریاست جمهوری 22 ثور الی 19 سرطان سال آینده، مبارزات انتخاباتی شوراهای ولایتی و ولسوالی ها به ترتیب هر یک از 31 جوزا و 5 سرطان الی 19 سرطان سال آینده و برگزاری هر چهار انتخابات در 22 سرطان گفته شده است. با گفته وی مطابق این طرح، اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 10 عقرب سال آینده پیش بینی شده است. ثبت نام تقویتی رای دهندگان از تاریخ 20 جدی 1397 الی 18 دلو 1397 برای مدت 28 روز. نشر فهرست ابتدایی تجدید شده رای دهندگان برای تصحیح از 15 روز الی 15 روز برای یک روز. ثبت نام کاندیدان 5 دلو 1397 الی 25 دلو 1397 برای مدت 20 روز. در همین حال مسئولان کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گویند که این کمیسیون بر اساس ناگزیری‌ها مجبور است که یک تقویمی را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلان کند که مورد قبول همه باشد. بزرگون و شکایتون ها دی هغه وقت نچه دی نوملر یا دی نمثبتون پروسه پای تا ورسیده مونگ تا رسیده لیو چه دغه وقت تمدید کو. اما مونگا مالی توان ندرلوده، وقت هم دیر کم و دی بقی دیگه پاساس بانی مونگونه توانیدو چه ثبت نام تا ادامه ور. اما کمیسیون محترم انتخابات در جلسات متعددی گفتن که ناگزیری ها اینها را وادار ساخته که در او زمان که قانون اساسی پیش بینی کرده نتانن انتخابات برگزار کنند، که خوبه که اون ناگزیری ها را در حقیقت واضح بسازند به مردم، به احزاب سیاسی و کاندیدان محترم، به شرکای انتخاباتی و توجیه مناسب بر از اینکه نقض صریح قانون اساسی شکل نگیره هم داشته باشند. بر اساس معلومات کمیسیون انتخابات، این طرح کمیسیون نهایی نشده است، بلکه برای گرفتن نظریات مسئولان احزاب سیاسی، نهادهای ناظر انتخاباتی و اعضای جامعه مدنی پیشکش شده است. در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلط در ولایت فرا 26 تن از نیروهای امنیتی کشور کشته و زخمی شدند. منابع امنیتی از فرا به شرط افشا نشدن نامش میگوید در یک کمین طالبان در مرکز فرا 22 طالب به شمول قمندان قطعه منتظره پلیس در فرا و قمندان امنی جدید ولسوالی جوند این ولایت جان باخته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. این منبع گفته است که نیروهای امنیتی عصر روز گذشته با استفاده از 5 موتر شخصی می‌خواستند از مرکز فرا به هدف معرفی قمندان جدید امنی ولسوالی جوند این ولایت عازمه آن ولسوالی شوند که در قریه تخت تیوسنگ مربوط به حومه مرکز فرا با کمین طالبان مسلح روبرو شدند. گفته می شود که در این درگیری با طالبان مسلح نیز تلفات وارد شده است. امتحان 200 بورسیه که از طرف بنیاد امام حسین در انستیتوت علوم سیحی نو لقمان حکیم معرفی شده بود، صبح امروز دوشنبه در مرکز انستیتوت دایر گردید. قبل از برگزاری این امتحان، دکتر محمد ظاهر نجفزاده از طرف این انستیتوت صحبت نموده و از جلالت مآب استاد خلیلی برای تأسیس بنیاد امام حسین در جهت دستگیری و حمایت از افراد بی‌بضاعت برای ادامه تحصیل قدردانی نمود. عبدالحمید سجادی از سخنران دیگری بود که از خدمات استاد خلیلی برای دستگیری و حمایت از افراد بی‌بضاعت از طریق بنیاد امام حسین برای ادامه تحصیل قدردانی نموده و گفت که این اقدام یک سنت حسنه و ماندگار است. و همچنان بانک خون امام حسین را که در سالهای گذشته توسط استاد خلیلی تأسیس شده بود نزدیک به آرمانهای بلند امام حسین دانست. مشکل بی‌برقی کابل و ولایت‌های جنوب و شرق کشور تا وصل شدن لاین برق 500 کیلوولت توتاب حل نمی‌شود. رئیس شرکت برشنا در جلسه استجوابی ولسی جرگه با بیان این مطلب گفت لاین برق وارداتی ترکمنستان به کابل ظرفیت انتقال بیش از 300 مگاوات برق را ندارد، در حالی که برای برطرف کردن مشکل بی‌برقی در کشور با 500 الی 600 مگاوات برق نیاز است. در این حال وی
از طرح این ریاست برای تبدیل مترهای برق آنالوگ به مترهای برق دیجیتال خبر داده، میگوید که با این کار از ضایعات برق به صورت فزاینده جلوگیری میگردد. اصول جلسه استجوابیه هست. جناب منصف از هر کمیش با اجازه جناب رئیس و همکاران محترم مهمانان عزیز در فصل زمستان سخت کار کردند. در عین حال مسئولان شرکت برشنا میگویند مشکل برق افغانستان تنها برای یک روز نیست. بندای مشکل دار قانون شرکت های دولتی است، مطابق قانون شرکت های دولتی میره و تمام پالیسی ها را کیلووولت توتاب حل نمی شود. وی افزود اکنون حدود 300 مگاوات برق برای رفع نیازمندی کشور مورد استفاده قرار می گیرد، در صورتی که حدود 600 مگاوات برق برای رفع نیازمندی برق شهروندان کشور نیاز است. که ماوار بل برقه به مردم بتن و پول خود بگیرن. اما از مدت مدید است بدین سو که دو ماه بعد بل برق دو ماه بعد ترتیب میشه. قانون میگه ماوار مسئله مربوط دو ماه همه تا در تضاد با قانون، چرا این کار میکنه؟ مشکل نو نیست، متاسفانه از وقتی که سیستم برق افغانستان جور شده سیستم معیاری و استاندارد نبوده. برق وارداتی که از کشور همسایه میامد و برقایی که از منابع داخلی داشتیم، کل ظرفیت فعلا که بتانیم که برق مصرف کنیم استفاده کنیم از 300-400 میگاوات برق زیاد نیست متاسفانه. و ضرورت که فعلا ضرورت است به 600-700 مگاوات برق رسیده، خصوصا کابل تنها. آقای غالب همچنان گفت در فصل زمستان در طول یک شبانه روز از 4-6 ساعت پرچوی برق بالای شهروندان کابل تطبیق می‌گردد. از سوی هم امان الله غالب رئیس شرکت برشنا می‌گوید 80% برق کشور از منبع وارداتی و 20% متبقی از منبع برق داخلی تأمین می‌گردد. وی همچنان می‌گوید این شرکت در حال تبدیل میترهای آنالوگ به میترهای دیجیتال می باشد. او افزود این میترها پیش پرداخت بوده و از ضایعات فزاینده برق و پول صرفه آن نیز جلوگیری می کند که با این کار جمع آوری صرفه برق بسیار ساده می شود. از سوی هم معین مالی و اداری وزارت انرژی و آب می گوید این وزارت از 3 ماه به این سو روی رفع مشکلات بندهای کار می کند که در سالهای گذشته مانع شروع کار آنها شده بود. آقای داخلوال افزود شماری از این بندهای آبی کشور به دلیل نبود بودجه حتی سروی ابتدایی آنها صورت نگرفته است. میتر دیجیتال باید تبدیل شده از آنالوگ به دیجیتال که ضایعات مادی کم میشه جناب رئیس صاحب. از او خاطر ما دو پروژه مطرح هوشمند در گرفتیم. بعد از انشاءالله سال آینده هر کسی که بل برق نمیتد، چی صنعتکار باشد، چی اداره دولتی باشد و چی کسایی که زورمند باشد، میترش تبدیل میکنیم به میترهای هوشمند که میترهای هوشمند پیش پرداخت است. مثل موبایل تواری کرده داشتی برق داری نداشتی نی، در 10,000 میتر خریداری از ازبکستان در تدارکات است. به همین اساس به تفاهم رسیدیم که از سکتور خصوصی در یرسه کمک بخواهیم. یک سال شد که وزارت مالیه سریعزی کار کرده، در این هفته پروژه بزرگ بند و سولری با اعلان میره. این در حال است که شهروندان کشور از پرچوی بیرویه برق در طول 24 ساعت از سوی شرکت برشنا همواره انتقاد کرده. میگویند پرچوی برق تنها بالای مردم عام تطبیق میگردد، اما زورمندان و اشخاص عالی رتبه دولتی از این قانون استثنا میباشند. در ادامه رویدادهای داخلی، رویدادهای خارجی را هم دنبال خواهیم کرد، اما پیش از آن گزارش نرخ ارز و وضعیت آب و هوا. یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی، یک یورو 86 افغانی و 20 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 65 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 20 پول، 1000 روپای هندی 1055 افغانی و 1000 روپای پاکستانی 550 افغانی.
در خارج از کشور. در حالی که شمار مصدومان حمله شیمیایی شنبه شب به شهر علب رو به افزایش است، سوریه و ایران ضمن محکوم کردن این حمله از سکوت کشورهای غربی در برابر این حمله انتقاد کردند و روسیه نیز مواضع شورشیان را بمباران کرد. مطابق اعلام مقامات وزارت صحت سوریه، شمار مصدومان حمله شیمیایی شنبه شب و منطقه مسکونی در شهر علب به 107 تن افزایش یافته است. دولت سوریه و وزارت دفاع روسیه جبهه نصره را متهم اصلی این حمله اعلام کردند، اتهامی که تا اکنون از سوی گروه‌های شبه نظامی رد شده است. این حمله در شرایط صورت گرفت که با توافق صورت گرفته میان روسیه، ترکیه و برقراری آتش بس میان شورشیان و ارتش سوریه، روند مبادله زندانیان آغاز و مقرر شده بود تا روند انتقال شورشیان از ادلیب هم انجام شود. اعضای پارلمان اوکراین طبق پیشنهاد شورای نظامی جلسه فوق‌العاده را برای بحث روی قانون نظامی برگزار می‌کند. اوکراین این گام را پس از آن برمی‌دارد که نیروهای روسی بر روز یکشنبه بالای کشتی‌های اوکراینی در سواحل شبه جزیره کرمیا آتش گشودند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین دیروز گفت که وی از بحث روی این قانون حمایت می‌کند و افزود که هدف از این قانون نظامی این نیست که اوکراین عملیات تهاجمی را راه‌اندازی خواهد کرد. از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا گفته است که برای بس روی تنش‌های اخیر میان اوکراین و روسیه، شورای امنیت سازمان ملل متحد یک نشست اضطراری را امروز برگزار خواهد کرد. 6 عضو مزون القاعده در یمن در اثر یک حمله طیارهای بی پیلوت کشته شدند. مقامات امنیتی و باشندگان محل ضمن ابراز این مطلب گفتند که این حادثه دولت بیدیده رخ داده که در آن دو رهبر محلی القاعده و 4 تنروی دیگر کشته شدند. و گفته مقامات نیروهای آمریکایی به طور مداوم حملات درون و هوایی را علیه تنروان در یمن که بر شاخه القاعده است انجام می دهند. یک زلزله با مقیاس 6.3 درجه ریشتر غرب ایران را در نزدیکی سرحد عراق به لرزه درآورد. این زلزله در منطقه رخ داد که پارسال در آنجا در نتیجه زلزله بیش از 600 تن جان باختند. مقام‌های ایرانی اوایل امروز گفتند که در اثر زلزله عصر روز یکشنبه اضافه تر از 700 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها مرکز این زمین لرزه در نزدیکی شهرک سرپل زهاب بود. این شهرک عمدتاً کردنشین در ولایت کرمانشاه موقعیت دارد. بیننده‌های ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی این بسته خبری. سپاسگزارم از اینکه در این بسته خبری با نگاه بودید. بقیه شبتان خوب. خدا نگهدار.